اگر که ما در یک مجموعه بتونیم با نام ایران شروع بله بکنیم، ایران شروع بکنیم. مهمترین مسئله ایه که میتونه به وجود بیاد. نه تنها نام ایران رو مطرح کردیم، بلکه یک توپ و مسلسل و تانک بسیار قوی هم به صورت به طرف جمهوری اسلامی شلیک کردیم با نام ایران. یعنی بله وقتی که آدم به دشمن ایران یک همچین برخوردی رو بکنه، تنها نیازی نیستش که ما هم بنشینیم مثل خیلی های دیگه شعار بدیم، فحش بدیم، نمیدونم فلان بکنیم. اصلا کافیست نام ایران رو ببریم، خیلی هم آهسته ببریم و به یک باره جمهوری اسلامی رو، تمام ارکانش رو، تمام جناهاش رو، تمام مقاماتش رو منقلب بکنه. بگذاریم. ولی در حال بازم خوشحالم هستم حضورتون. بحث آسیب شناسی اپوزیسیون رو امروز باز مجدداً باز میکنیم به همراه مهمان عزیزمون که من دارم میخواد جناب عالی معرفی بکنید، یا خانم دکتر ثابتی، که با هم دیگه جلو بریم. اصلا خواهش میکنم آقای جان، اگر بله بله آقای دکتر افتخاری، به هر حال سال هاست که در رسانه های خارج از کشور، در تلویزیون ها و حضور داشتن، حضور بسیار جدی و فعال، و کمتر کسی است که نقطه نظرهای ایشون رو در مورد مسائل تحلیل های اقتصادی در مورد ایران سالهای اخیر نشنیده باشه. من فکر میکنم که هم چهرهشون آشناست، هم تخصصشون، و ما بسیار خوشحال که این فرصت رو امروز در اختیار این برنامه قرار دادن و بینندگان ما. سلام میکنم به شما، عصر شما بخیر دکتر افتخاری در سن دیگو. اگر اشتباه درود بر شما جناب فتی عزیز، عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکارخان دکتر ثابتی و جناب دکتر لاجوردی عزیز. بسیار خوشحالم که من رو به این برنامه دعوت کردید و در خدمتتون هستم. من میخوام اول برنامه قبل از اینکه خانم دکتر ثابتی اجازه میدید که من این بحث آسیب شناسی رو که خواستم جناب دکتر افتخاری هم تشریف داشته باشن بازش بکنم، به این معنا که دکتر افتخاری به هر حال از روزی که ما این برنامه رو آغاز کردیم همراه ما بودن، نقطه نظرهایی رو که در ارائه کردن بسیار بسیار قابل ارزش بوده، تونسته که کمک‌های زیادی رو به ما بکنه از نظر فکری و حمایتی. به این معنا حمایتی عرض میکنم که خب دکتر افتخاری میتونست که ساکت بمونه، البته چون جز اون گروهی نبودش که اون دو سه نفری که در حال از خانم و آقا، دو سه نفر هم بیشتر نیستن، در اون جرگه قرار بگیره. طبیعی است که شخصیت و کرکتر ایشون رو ایجاب نمی کرد درش، و این قسمتش قابل ارزش بسیار بالاست که تمام لحظات این حمایت رو دریغ نکردن و از نظر فکری حمایت فکری کردن، و این بسیار بسیار مهم بوده. آقای دکتر افتخاری در جریان کامل هستید. ببینید، واقعیت هم اینه که باز هم من این رو نه برای ما چهار نفری که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، برای به قول خانم دکتر ثابتی، برای اون گروهی که اولین بار ما رو دارن میبینن، دارم خدمتتون عرض میکنم. هدف بسیار روشن و مشخصه. هدف اینه که این حکومت حقارتبار جمهوری اسلامی که 37 سال روی گرده ایرانیانه، میتونه که عواقب بسیار وخیمتری رو برای مردم ما، برای جامعه ما و برای مملکت ما به وجود بیاره، به شکلی ممکن، به شکلی که نه خشونت درش هست، نه شعارها و نمیدونم مسائل مختلفی که متاسفانه بعضی وقت آدم شاهدش هست، برخورد آدم بهش بکنه. همون گونه که همیشه اعلام میکنم، به این معنا بهش برخورد بکنه که به شکلی یک بیمار به جمهوری اسلامی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی نگاه بکنه و ببینه که با وجود تلاش‌های بسیار گسترده و احترام‌آمیزی که
تمام ایرانیان خارج از کشور، تمام ایرانیان نقاط مختلف ایران در رابطه با نبودن جمهوری اسلامی در طی 37 سال گذشته داشتن، چرا ما موفق نشدیم و چگونه باید که حرکتی رو به وجود بیاریم که راهی پیدا بشه برای اینکه این حرکت مورد اعتماد مردم ایران و حمایت جامعه بین‌المللی قرار بگیره. به این معناست که ما این میزه گرد رو داریم تشکیل میدیم. این میزه گرد هدفش این نیست که در روز 18 و 19 و 20 روز یک شنبه بعد از ظهر که 20 نوامبر همه کارراش تموم شده باشه، جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده باشه و ما رو در اونجا در ایران بر سر قدرت نشونده باشه. ابدا چنین چیزی نیست. بحث ما بحثی است فرهنگی، بحثی است اجتماعی، بحثی است اقتصادی، بحثی است سیاسی و در این زمینه ما اگر نتوانیم مشکلات خودمون رو مرحله به مرحله بررسی بکنیم، ببینیم با چه مشکلاتی مواجه بودیم که تا اینجا متوقف شدیم، این میتونه که نه تنها 37 سال، 100 سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه. ما به هر حال از یک فرهنگ و تمدن گسترده آمدیم. این کولبار تمدنی و فرهنگی پشت سرمون بسیار با ارزشه، ولی واقعیت قضیه اینه که امروز راهکار ما به دست فرهیختگان جامعه ایران، به دست فرزندان ایرانه و من همیشه به نوع دیگری میگم ایران فرزندان خودش رو صدا کرده، واقعا فرزندان خودش رو صدا کرده. به این معنا ما ببینیم که با همدیگه چه فکری رو میتونیم انجام بدیم، چه راهی رو میتونیم انتخاب بکنیم، چه مسیری رو میتونیم به وجود بیاریم که مجموعه ایرانیان خارج از کشور، چه تفاوت نمیکنه به قول خانم دکتر ثابتی که گفتن کنشگر سیاسی یا فعال سیاسی، هیچ تفاوت نمیکنه، کنشگر فرهنگی، کنشگر حقوق بشری، این یک مجموعه است، این یک مجموعه است، این مجموعه این حقارت روی دوششه، این مجموعه است که باید که بتونه این حقارت را از دوش خودش برداره. به این معنا اجازه بدید در همین لحظه حرفمو با این قطع بکنم، با این جمله قطع بکنم. یکی از دوستان عزیز ما در همین مجموعه که با همدیگه داریم کار میکنیم حرفی رو زد که من یک بار در این برنامه تکرار کردم، یک بار دیگه تکرار میکنم. من به عنوان یکی از افرادی که در گروه آینده ایران داریم کار میکنیم، از همه ایرانی ها، از همه کسانی که نام اپوزیسیون بر خودشون گذاشتن، درخواست میکنم، اضافه میکنم حرفم رو، التماس میکنم که بیاییم با هم بنشینیم ببینیم که چه راهی رو باید انتخاب بکنیم تا از این مخمصه نجات پیدا بکنیم. در خدمت رو هست. بی نهایت سپاس آقای دکتر. یعنی تنها جایی که التماس افتخار به حساب میاد دقیقا همینجاست، برای پیوستن به همدیگه گذشته از اینکه چه عقیده سیاسی و یا دینی داریم، خصوصا که در اینجا قرار نیست مسائل مذهبی و دینی به هیچ عنوان مطرح بشه، عقاید سیاسی جاش جای باز در اینجا نیست، اینجا همبستگی و پیوستگی هست، کما اینکه آینده ایران در ایران و با رأی و شراکت عموم مردم در داخل ایران اول نخست و سپس عزیزان ایرانیان خارج از کشور رقم زده خواهد شد در یک فردای آزاد، نه در زمان کنون که ملت در بند هستند و در یک زندان بزرگ سرگردان. از آقای افتخاری خواهش میکنم که آقای دکتر در اینجا به ما بپیوندید و مایلیم که نظرات شما رو بشنویم. بله، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از آقای دکتر لاجوردی که لطف دارن. البته آقای دکتر لاجوردی کار بزرگی رو شروع کردم به اتفاق دوستانشون و من هم از اونجایی که احساس کردم کار ارزشمندی است، خواهش کردم که اجازه بدم من با خودداری نظراتم رو خدمتشون مطرح کنم. به هر حال باز هم اینجا درود میفرستم به همت شما دوستان که این کار رو به عهده گرفتید. اما اجازه بفرمایید آقای دکتر لاجوردی، اشاره کردید به بحث اپوزیسیون
و این نشست قرار هست که مشکلات اپوزیسیون به پردازه. از این فرمید من از صحبت های آقای فتحی استفاده کنم. واقعا همه چیز ما با استانداردهای لازم بهتره بگیم نمیخونه، یا شاید هم همه چیز ما به همه چیز ما میاد، یعنی رفتارهای اجتماعی ما هم طور هست که میبینید، و این اپوزیسیون ما هم چیزی تافته جدا بافته نیست. انتظار نداشته باشید که در مجموعه که 38 ساله آخوند عقب مانده بی سواد کشور رو در اختیار گرفته، تمامی امکانات تبلیغی رو در اختیار گرفته، کل درآمد کشور رو در اختیار گرفته، پروژه عظیمی به نام مسخ اجتماعی و از بین بردن اخلاق اجتماعی رو دنبال میکنه، بعد بیایم مثلا ما یک اپوزیسیون داشته باشیم که خیلی فرهیخته باشه و دست در دست هم در راه خدمت به میهن گام بردارن. این به نظر من یه مقداری ساده نگاری است و در واقع این هستش که اپوزیسیون ما بازتابی است از اون چی که در جامعه ایران داریم. یعنی اون چیز، اگر در جامعه ایران شما شاهد اخلاق هستی، شاهد نمیدونم رواج اخلاق انسانی هستی، شاهد رفتارهای فرهیخته از انسان هستی، حتما در اپوزیسیون هم این رو به وجه بهتری می‌بینی. ولی اگر چنین چیزی رو نمی‌بینید تعجب نکنید. در اپوزیسیون ما هم همین امروز وقتی شما این برنامه رو شروع میکنید و به پایان میرسونید، پشت سرش هزار و یک مطلب علیه همه ما بود. هیچ تعجب نکنید. منتهای مراتب من فکر میکنم که به هر حال صحبت شما کاملا درست داره که لاجوردی عزیز، ایران فرزندان خودش رو صدا و اون فرزندانی که به این موضوع توجه بکنن دیگه ترس از این که حالا پشت سر من این خواهد گفته شد یا آن خواهد گفته شد نخواهد داشت. اما عرض من این است که اپوزیسیونی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک حرف خیلی کلی است. هنوز ما واقعا نتونستیم روشن بکنیم که راجع به چی داریم صحبت میکنیم. آیا صرف مخالف بودنه با نظام جمهوری اسلامی از ما یک اپوزیسیون میسازه، یا اینکه دقت کردید بسیاری از افرادی که در اپوزیسیون هستن رفتارهاشون مثل رفتارهای جمهوری اسلامی فرق چندانی نداره، اونها هم مخالفین خودشون رو به شدت سرکوب میکنن، حالا سرکوب روانی یا سرکوب کلامی میکنن. اونها هم اگر دستشون برسه یه جایی به قول معروف یک شورتکاتی میزنن و از بیراهه میدن، اونها هم روش های فرصت طلبانه رو به خرج میدن. و به همین دلیلی که به راحتی میشه قاطی اپوزیسیون شد، دیدید که افراد جمهوری اسلامی به راحتی آمدن و در داخل اپوزیسیون نفوذ کردن و بعد به ریش همه ما خندیدن، برای که همچین جنسمون فرقی با خودشون نداشته عزیز. اینجاست که عرض میکنم اگر افرادی که در اپوزیسیون هستن توانستن رفتارهایی از خودشون نشون بدن در زندگی، در واقعیت، که مردم متوجه بشن نه اینا یه مقدار واقعا فرق میکنن، چیزی که اینا مطرح میکنن یه پشتوانه داره و پشتوانهشون اخلاق خودشون، زندگی اجتماعی خودشون، اگر چنین چیزی بود اون وقت اپوزیسیون میتونه خودش رو جدا از جمهوری اسلامی نشون بده و اون وقت مطمئن باشید انسانهای فرهیخته ایرانی میان سراغ این اپوزیسیون. ولی تا وقتی که اپوزیسیون نمودیست از یا بازتابیست از رفتار جمهوری اسلامی به شکل دیگری، خب همینه دیگه دوستان، ما خیلی نباید انتظار داشته باشیم. این که این نشست بسیار ارزشمنده این هست که میخواهیم بیاید و ببینیم چه عواملی باعث شده که اپوزیسیون جمهوری اسلامی امروز به عنوان کسانی که ما در خارج از کشور هستیم نتوانستیم با داخل ارتباط برقرار کنیم. چرا اجازه دادیم که جمهوری اسلامی
جلوی چشم همه ما یک اپوزیسیون قلابی بسازه در داخل کشور به نام اصلاح طلب و مردم رو هر چند وقت یه بار رنگ بکنه. ما چه کردیم که او توانست اصلاح طلب رو در جلوی چشم مردم بهتر از ما نشون بده؟ مردم امیدی به ما نداشته باشن و امید به اصلاح طلب ببندن و برن رای بدن و امیدوار باشن این بار اگر رنگ برفش به خودشون بمالن آینده بهتری خواهند داشت. این اون نکته ایست که من امیدوارم در نشستی که در پیش رو داریم به بحث بذاریم و متوجه باشیم که صرفاً مخالفت با جمهوری اسلامی از ما اپوزیسیون نمی‌سازه. ما باید اون چیزی رو که برای آینده ایران مد نظر داریم واقعاً در اخلاق و رفتار خودمون نشون بدیم. اگر در آینده ایران یک کشور انسان مدار می‌خواد، یک مردم اخلاق مدار می‌خواد، وگرنه من با بی اخلاقی اگر به قدرت رسیدم دوستان تفاوتی با آخوند نخواهم داشت. ممکنه با این کراوات میام بشینم ولی رفتارهای من همون رفتار دیکتاتور معاونه آخوند خواهد. بفرمایید خواهش. با سپاس آقای فتی، اگر اجازه بدید با سپاس از شفاف سازی که به قشنگی و به درستی انجام دادید و حق با شماست، اما گفت عیبش همه گفتی هنرش نیست. بگو این اپوزیسیون همینجور که آقای دکتر لاجوردی هم بارها اشاره کردن در زم بسیار فعال بوده، حالا اشخاص یا اپوزیسیون قلابی که تحمیل شده رو بنده شاید باید جدا گذاشت عرض نمی کنم، ولی کسانی که 37 سال از 37 سال پیش یا به مرور به وجود اومدن، پیوستن و همواره در صحنه هستن و همواره دارن زحمت میکشن، به اونها باید خیلی درود فرستاد و ازشون سپاسگزاری کرد. اما مثل این میمونه که یک توپ کوچیکی رو همه گم کردن و همه داریم دنبالش میگردیم. اون گم شده رو ما میخوایم پیدا کنیم. غیر از متاسفانه مشکلاتی که برامون به وجود آوردن و شما به درستی اشاره فرمودید و نفوذی که دارن و اون داستان چی فرمودن اسمش چی اپوزیسیون دستاز نه یه چیزی اصلاح طلب که من همیشه در برنامه خودم سالهاست عرض کردم که آخه چیو قراره اصلاح بکنن، چی قراره اصلاح بشه وقتی که مکتب مذهبی و دینی و به صورت قانون حق نمیشه به مردم. اینه که شما حرف خدا رو که دیگه نمیتونه حرف وقتی میگه حرف خداست، یعنی حرف خداست، پایان سخن. پس در نتیجه یه حق بازی بیش نیست همونجور که شما گفتید. ولی من دلم خواهد از دکتر افتخاری بپرسم که به هر حال این اپوزیسیون دستساز اون صاحب پول بوده، یعنی چون دکتر افتخاری تحلیلگر اقتصادی هست، دلم میخواد یه نقطه نظری شروع در مورد مسائل اقتصادی که منابع مالی بسیار دارن و اصلا بخشی از این اینور آبها که میبینیم اپوزیسیون مختلف به قول شما دستساز و یا در توسط جمهوری اسلامی وجود میاد، ما اینور قضیه چه برخوردی باید داشته باشیم؟ اپوزیسیونی که منابع مالی بسیار قوی داره دکتر افتخاری، در این زمینه دلم میخواد نقطه نظر شما رو جویا بشم. بله با کمال میل. ببینید آقای فتی عزیز، جمهوری اسلامی تکیه زده به یک درآمد کلان ارزی، البته بهتره بگیم این بود تا اینکه قیمت نفت اخیرا خوب تقریبا نصف شده و نتیجتا درآمد اونها هم نصف و حتی کمتر شده و امیدواریم که خدا بدتری بده و بدتر از این هم برای اونها بیاد و اینکه اینا دارن منابع مملکت رو نابود. اما به هر حال برای جمهوری اسلامی یک بودجه فرض بفرمایید 100 یا 200 میلیون دلاری درآمد یک روزه. حالا ما به ازای شما به من بفرمایید که اپوزیسیون چی داره؟ بله درست. اتفاقا من بخوام جوابم رو اینطور بدم، اپوزیسیون میتونه بسیار دارا باشه، برای که اشتباه نکنید حجم داراییه ایرانیان خارج از کشور فقط در آمریکا به 400 میلیارد دلار
برآورد شد. 400 میلیارد دلار، نه میلیون دلار، 400 میلیارد. دقت بفرمایید بودجه نفت، درآمد نفتی جمهوری اسلامی در سال حدود 50 میلیارد دلار. 8 برابر اون دارایی ایرانی‌های خارج از کشور فقط در آمریکاست و مجموع دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور آمریکا، اروپا و اقیانوسیه به بیش از 800 میلیارد، 750 تا 800 میلیارد دلار برابر شد. پس ببینید ما اگر میتوانست اپوزیسیونی باشیم که اعتماد جلب بکنیم، منابع مالی بود. کما اینکه فراموش نکنید در سال 1388 2009 وقتی که اون قیام مردم تحت عنوان رنگ خورد به نام سبز، ولی قیام مردم بود علیه نظام در خارج از کشور، پولهای زیادی در اختیار عده قرار داده شد. اما متاسفانه دیدیم که چگونه از احساسات پاک انسان‌ها سوء استفاده شد و این سوء استفاده همینطور ادامه داشت. نتیجه تر من معتقدم اگر ما اپوزیسیونی داشت یا اپوزیسیونی داشته باشیم که بتواند اعتماد از دست رفته ایرانی ها رو بازسازی بکنه، منابع مالی موجود هست. اشکال در اون است که ما نتوانستیم اپوزیسیونی داشته باشیم که اعتماد جلب بکنه و به دلیل بی اخلاقی یا بد اخلاقی حتی اونهایی هم که علاقه من بودن ما از دست دادیم، رفتن کنار. من به هیچ وجه اونها رو الان نمیتونم ملامت کنم، برای اینکه میدونم در سال 1388 افراد زیادی پا به میان گذاشتن، کمک های مالی کردن، اما متاسفانه از نیت خوب اونها سوء استفاده شد. بفرمایید خواهش می‌کنم. آقای دکتر لاجوردی رو وارد بحث بکنیم. آقای دکتر. بعد میخوام برگردم به اون تقسیم بندی که به درستی دکتر افتخاری در آغاز بحثشون مطرح کردن. من فکر میکنم که اگر ما تأمل بیشتری روی این قضیه بکنیم، اگر همونطوری که دکتر افتخاری و همونطور شما و خانم دکتر ثابتی اشاره کردید این تقسیم بندی رو شامل داخل و خارج بکنیم، اول باید که اگر نخواهیم به جمهوری اسلامی تبریک بگیم، حداقل باید به خودمون تسلیت بگیم. یعنی که جمهوری اسلامی حکومت قدر قدرتی نیست، ما ضعیف بودیم. این یک واقعیتیه که نمیتونیم ازش بگذاریم. ولی این تقسیم بندی چیه واقعا؟ این تقسیم بندی به نظر من برمیگرده به این شکل که طبیعتاً جمهوری اسلامی شاید تنها حکومتی است در دنیا که اپوزیسیونش مال خودشه، یعنی هیچ مشکلی با اپوزیسیونش نداره، هم اصلاح طلبش، هم اصولگرا و محافظه‌کار و هر جناح دیگری که به وجود میارن مرتب، همه اینها یک هدف رو دنبال میکنن. اون هدف نگه داشتن جمهوری اسلامی است. بازی های بعدی است که اون میخواد نمیدونم رئیس جمهور بشه، اون میخواد وزیر بشه، اون میخواد وزیر شرکت نفت بشه یا هر چیز دیگه. اونا بازی های بعدی است. هدف یکیست. اگر اینجا برگردیم به خودمون نگاه بکنیم، در حال ما دیگه که حداقل 5-6 میلیون نفری الان در خارج از ایران حضور داریم، این 5-6 میلیون نفر اگر که مثل همه جوامع دنیا همه سیاسی نباشن که نیستن، به طور قطع و یقین نیستن، باید بگیم از این 5-6 میلیون نفر حداقل 50-60 هزار نفر هستن. اگر نگیم 50-60 هزار نفر هستن، باید بگیم که 5-6 هزار نفر هستن. اگر نگیم 5-6 هزار نفر، باید بگیم 500-600 نفر هستن. پایین تر نمیام، البته میشه آمد، از رقمی پایین تر میشه آمد، ولی من پایین تر نمیام. به اینجا نگاه میکنم، میبینم که این مجموعه مجموعه فعالی است. این مجموعه به هر حال گذشته از اونی که دکتر افتخاری اشاره کردن که به هر حال شما آقای فتحی اشاره کردید،
یک اپوزیسیون دستساز، من ازش روشن اپوزیسیون صادراتی که جمهوری اسلامی میفرسته به خارج از کشور، اینها میان و همه چی رو در اختیار میگیرن، چون همه امکانات در اختیارشونه. بله. همه امکانات، همه جور امکانات در اختیار این گروه قرار داره. از طرف دیگه نه تنها پولهای جمهوری اسلامی که دکتر افتخاری اشاره کردن که حتی درآمد یک روزش رو میتونه چه بکنه، بلکه امکانات دیگر. امکانات دیگر یعنی چی؟ یعنی امکانات تلویزیون های دولتی. امکان تلویزیون های دولتی مثل حمایت. حمایت یعنی چی؟ یعنی اینکه دو نفر از اصلاح طلبان حکومتی رو میارن، با عناوین مختلف اونجا مینشونن و ازشون سوالاتی رو میکنن. بعد من فکر میکنم تنها دستمال دستشون نمیگیرن واسه آقای موسوی خاتمی گریه بکنن. البته خب طبیعی است که دختر آقای موسوی اگه انگوشش هم درد بگیره یه دفعه صفحه اول بی بی سی پر میشه، یا وی او ای چه میکنه یا رادیو فردا چه میکنه. من به اونها کاری ندارم. من مسئله رو در اون 500-600 نفری نگاه میکنم که مجموعه اپوزیسیون ایران رو به وجود آورده. این مجموعه اپوزیسیون ایران اگر بتواند از جمهوری اسلامی مدل بگیره، مدل چی بگیره؟ یعنی اگر اون هدفش نگه داشتن جمهوری اسلامی است، مجموعه اپوزیسیون ایرانی هدفش نگه داشتن ایران باشه. اگر در داخل جمهوری اسلامی اختلافات سلیقه‌ای وجود داره، در ما هم به عنوان اپوزیسیون خارج از کشور احترام به این اختلاف فکری در بین خودمون بگذاریم، ولی هدف مشترک داشته باشیم. من اسمم سلطنت طلب باشه یا جمهوری خواه، چپ باشه یا راست، چه تفاوتی میکنه؟ اگر میخوام بر این هدف پافشاری بکنم که مملکت من باید آزاد بشه و ایران باید باقی بمونه، مردمش از حد اقلها به حد اکثرها برسن، این خیلی سخت نیست. ولی مشکل ما کجاست؟ دکتر افتخاری اشاره کردن، من میخوام باز همونجا رو تاکید بکنم و باز منتظر نظر ایشون باشم. تاکیدی که ایشون کردن، گفتن که چه تفاوتی میکنه اون خود جمهوری اسلامیه، اینم اپوزیسیونش. من میخوام اینجا دکتر افتخاری به شما برگردم. واقعا همه دنیا همینه، همه دنیا همینه، منتها یه تعدادی از این افراد در جایی قرار میگیرن که برای خودشون احساس مسئولیت میکنن. طبیعی است وقتی که در بین این 500-600 نفر 5 نفرم بیشتر من نمیگم، حتی باید بگم 3 نفر نفوذی پیدا میشه، اونهایی که حقوق میگیرن به جای خود، اونهایی که حقوق نمیگیرن ضرر هم میکنن، چون حقوق نمیگیرن همون کارا رو انجام میدن، اون جایی رو پیدا نمیکنه، یعنی اون مسئله رو به وجود نمیاره. اون میتونه ادامه بده، اون میتونه اون 2-3-5 نفر همچنان ادامه بدن. به عنوان مثال در مورد خود ما یه کاری رو داریم شروع میکنیم، ولی اصلا مسئله ما اینا نیست. مسئله ما اینه که آیا ما قادر هستیم که در یک مجموعه ای که اسمش اپوزیسیونه برای یک هدف مشترک حرکت بکنیم. اینجاست مشکل اصلی ما، که من امیدوارم توی تورنتو ما آغاز کارمون با این شروع میشه. کار ادامه داریست، کار سهل و آسونی نیست، کار صعب و سختیست. مشخصات گسترده ای رو باید داشته باشه تا بتونه به اون اعتماد مردم برسه، ولی در عمل اینجا آغاز میشه. اینجا آغاز میشه که آیا ما هم هدف مشترک رو دنبال میکنیم یا خیر. اگر این رو دنبال بکنیم، من فکر میکنم که بعد از 37 سال میتونیم که قدم در یک راهی بگذاریم که با اختلاف عقیده، که بسیار به نظر من مهمه، اگر ما اختلاف عقیده نداشته باشیم، یا باید حزب رستاخیز باشه باشیم یا حزب الله، هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیکنه. وقتی که من مجبور باشم در یک چارچوب همون فکری رو بکنم که اون حکومت میخواد، طبیعی است که با دموکراسی فاصله خواهم داشت. اگر من شعار دموکراسی میدم، دموکراسی باید حداقل از نظر خودم معنیدار باشه. شعار دموکراسی باید به عمل دموکراسی بیانجامه. باید من بپذیرم من با دکتر افتخاری اختلاف نظر شدید دارم، من کمونیستم ایشون راسته، من راستم ایشون چپه، اصلا چه تفاوتی میکنه؟ ولی هدف مشترک داریم.
هدفمون اون رسیدن به اون آینده ایرانه، هدفمون رسیدن به اون بدبختی که سر مردممون به وجود آمده، هدفمون اون حقارتیه که باید از روی دوشمون برداشته بشه. اگر اینجا باشه دموکراسی معنی میده. وگرنه آقای دکتر افتخاری در طول این 37 سال گذشته بالاترین واژه‌ای که استفاده شده در اپوزیسیون ایران واژه دموکراسی است. اگر از من بپرسید میزان عملکرد این دموکراسی چقدره، اون رو به شما واگذار میکنم که شما پاسخ بدید. بله خیلی متشکر آقای دکتر جوانی عزیز. ببینید من البته فرمایشات شما رو تایید میکنم. میخوام عرض بکنم که مشکل ما در اپوزیسیون عمدتا مشکل فرهنگ است و خیلی هم جای تعجب نداره. اشکال قضیه این هستش که ما در اپوزیسیون تا حد زیادی دنبال روی کردیم از اونچه که جمهوری اسلامی دیکته میکنه. دلیل این کار هم به نظر من این هستش که ما نتوانستیم در درون خودمون بدیلی به وجود بیاریم که بگیم ببین جمهوری اسلامی این کار رو میکنه اما ما اینطوری عمل نمیکنیم، ما جور دیگری عمل میکنیم. ما همیشه اکثر عمل نشون دادیم دکتر افتخاری. جمهوری اسلامی حرکتی کرده، ما فوری واکنشی اینجا بریم که اونا به ما دیکته کرد. درسته. و دلیلش هم همینه که عرض کردم، ما نتوانستیم بدیل به وجود بیاریم، نتوانستیم یه مجموعه 7-8-10 نفری حتی در خارج از کشور به وجود بیاوریم که بتواند جوری عمل بکند که نمایندگی بکند اون چیزی رو که ما برای ایرانی ها مناسب میدونیم. مثلا بگیم آقا ببین این 10-20 نفر که با هم هستن بسیار با هم احترام میذارن، تو بینشون رئیس و رئیس بازی نیستش، نگاه کن اهل حب بازی و کلک نیستن، خیلی شفاف عمل میکنن، کارهاشون رو در مد نظر شما قرار میدن، آدمایی هستن که با علم سر و کار دارن، تحصیلات میکنن یا کردن، تجربه دارن. یه چیز روشن ما نیبردیم، ما همش میگیم اپوزیسیون. خب شما به من بفرمایید، من به عنوان یه جوان 25 ساله بیکار در داخل ایران از اپوزیسیون خارج از کشور چی میبینم؟ شما به من بفرمایید. انواع و اقسام انسان ها و افراد و ببخشید من این تلفنم صداشو قطع بکنم، انواع و اقسام چهره ها و خدای نکرده فوش و فوش داریم. همین امروز که من داشتم آماده می شدم برای این برنامه، برای من پیام هایی فرستاده شده، چون اعلام کردم که در اینجا خواهم بود، که آقا شما با تجزیه طلب ها چیکار دارید، پس شما تجزیه طلب بودیم. ببینید آخه از اینجا شروع میشه، یعنی اونم نه که بکنید آدم های عادی، آدم هایی که 60 سال هاست به من ابراز محبت میکنن به عنوان کسانی که خودشون هم در اپوزیسیون هستن، اسم و رسمی هم دارن، ولی چرا من احساس میکنم فکر میکنن آقا نکنه یه کاری شروع بشه من اونجا رئیس کل نباشم. دقیقا نمیدونم نکنه یه همچین اتفاق بیفته، آقای دکتر لاجوردی، آقای فتحی و خانم دکتر ثابتی تبدیل بشن به رئیس رؤسا و بعد من اون وقت خب پس من چیکار میکنم؟ میرم به همش میزنم، میگم آقا اینا تجزیه طلب هم، این آقای افتخاری هم، میدونید من ترکم، خیلی ساده ما ترک ها، ترک ساده هست، کشیدنشون بستن. از این داستان ها شروع میشه و این به من بفرمایید که یا ریشش بد اخلاقیه یا وابستگی به جمهوری اسلامی دیگه، کدوم از اینا میتونه؟ من نمیخوام خدای نکرده به کسی توهین بکنم، ولی مگه غیر از این میتونه باشه که این موضوع رو به این راحتی بخواید زیر سوال ببرید؟ آقای دکتر لاجوردی آدم درد کشیده که 30 ساله داره زحمت میکشه، حالا آمده میگه آقا ما بیایم از خودمون شروع کنیم دیگه. این که دوستان عزیز ما میخوایم یه مجموعه قرار بدیم حسابی شما رو رهبری کنیم، از این داستان دست کشیده، میگه آقا بیاید بشینیم ببینیم مشکل خودمون چیه، به قول قدیمی ها سر خودمون رو بتراشیم یه مقدار، و این رو هم بر نمیتابن، میگم نه اینم نهایتش به تجزیه طلبی قرار رو بیان جمعه. خب به من بفهمید که چه باید کرد. من پیشنهادم اینه که همون 7-8-10 نفر، لازم نیست 5000 نفر، لازم نیست خیلی این وسط ما دموکرات باشیم و بگیم که آخه نمیشه که با 10 نفر، باور بفرمایید با 10 نفر هم این کار شروع بشه ولی درست پیش بره،
به مرور زمان انسان‌های فرهیخته زیادی به شما خواهند پیوست. ولی اگر همش منتظر باشیم که خب حالا حزب فلان چی نکنه اینا بگن اینا دموکرات نیستن، منتظر این بخوایم باشیم، دوستان عزیز سالیان سال هست و جمهوری اسلامی هم به ریش ما خواهد خندید. بفرمایید. درسته، بله. ببخشید من فقط خانم دکتر ثابتی، آقای فاطمه، فقط یه نکته رو اشاره بکنم. ببینید تنها اگر میگفتن تجزیه طلب ایبی نداره، اونم به این دلیل که ما گفتیم حکومت غیر متمرکز، اصلا بحث دیگری نه، ولی اون رو واردش نشیم. بحث اینه که به هر حال پول عربستان، پول نمیدونم اسرائیل، پول نمیدونم فلانجا، مدرک قلابی بنده، نمیدونم اون یکی، در اصلا از این حرفا، در حالتی که آقای دکتر افتخاری، من بارها در این برنامه اعلام کردم، باز هم اعلام میکنم، بسیار خوشحالم، ما مجموعمون بسیار خوشحاله که تلویزیون اندیشه این امکان رو برای ما به وجود آورد در چند ماه گذشته که ما بتونیم که این فکر رو با مردم در میون بگذاریم. حتی در سه هفته پیش به این طرف باز برنامه دیگری رو اضافه کردن، دلیلش هم خیلی روشن بود به نظر من، به طور مشخص و روشن آقای دورمانی، آقای کاردان، آقای مسئولین تلویزیون اندیشه عاشق چشم ابروی ما نبودن، دیدن که ما یک برخوردی رو، یک برنامه‌ای رو، یک فکری رو داریم مطرح می‌کنیم و این مورد توجه مردم واقع شده. این توجه مردم بود که این کار انجام دادن، وگرنه تلویزیون اندیشه نه از ما پولی می‌گیره تا به الان یک بار حرفی زده، یاد ما از آقای دورمانی و آقای کاردان و تلویزیون اندیشه پولی رو می‌گیریم. ابدا خوشحالم که این امکان وجود داره. اگر تلویزیون‌های دولتی در اینجا، طبیعی هم هست که به ما وقتی ندن، حتی 10 ثانیه با ما وقت ندن، چون اونا مال دولت‌های خودشون هستن، خوشحالم که به هر حال این تلویزیون اندیشه این امکان رو فراهم کرد و ما تونستیم این بحث رو به وجود بیاریم، راه بندازیم و بتونیم که این دیدگاه رو، این نظر رو با مردممون تقسیم بکنیم. ولی به هر حال این فقط به یه نکته بود که خواستم اشاره بکنم. مهمترین مسئله ما، آقای دکتر افتخاری، رسیدن به این آغاز کارمونه، یعنی همین چند هفته پیش رومون، خیلی هم نمونده، 30 و چند روز بیشتر باقی نمونده، ما بتونیم که در این 2 روز و نصفی که از 18 تا 20 نوامبر در تورنتو تشکیل خواهد شد بنشینیم با هم دیگه در رابطه با مسائل مختلف و فکر جدید، چون ما از تمام کسانی که میخوان در اونجا حضور پیدا بکنن درخواست کردیم که 5-6 صفحه مطلب به ما بدن، بیشتر البته تا به الان چندی نفر هستن که بیشتر هم نوشتن، مهم نیست، مهم اینه که بدونیم تقسیم بندی بکنیم در کدوم پنل قرار بگیره و با همدیگه این فکر رو پرورش بدیم و از داخلش رسید در بیاریم که به مرحله بعدیمون برسیم. اینجا مهمترین مسئله است. در اینجاست که ما نیاز به این داریم که کمکمون بکنن، از نظر فکری، از نظر مالی بیشتر، ولی به هر حال آمده این کلیپ هایی که درست شده برای اطلاعیه‌ای که برای این میزگرد هست در تلویزیون اندیشه هم با لطف تلویزیون اندیشه اعلام شده، در سایت آینده ایران وجود داره، همه اینها هست و ما بتونیم که این کار رو با کمک همدیگه، بدون این که جناب علی هم چند بار اشاره کردیم، بدون این که اونجا رئیس و مرعوس وجود داشته باشه، هدف میزگرد دقیقا همینه، با همدیگه بنشینیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. خارج از برنامه شاید باشه 2000 میلیارد، اصلا این ارقام من واقعا نمیدونم، 2000 میلیارد تومان، اینو من از دهان وزیر الان میگم، یکی از وزرا در یاسوج سخنرانی میکرد، خرج این 2 روز بوده تا سو عاشورا، ما گفتیم هیچ مشکلی نبا تا سو عاشورا، 2000 میلیارد تومان در کشوری که روزی 100 نفر، وزیر بهداشت میگه 100 نفر در ایران، بیشترشون هم بچه ها، به از سرطان جانشون از دست میدن، سرطان هایی که قابل تشخیص هستن، اگر زودتر تشخیص داده بشه داروش هم هست، ولی متاسفانه جانشون از دست میدن. این امکان برای 2000 میلیارد خرج
این دو روز نظری اونا میشه. آقای دکتر افتخاری شما کوتاه در این زمین حتما شما آمار رو بهتری میدونید، فرصتی صحبت بکنید، بفرمایید. خواهش میکنم. حالا آقای دکتر، آقای فتحی عزیز، اولا 2000 میلیارد تومان میشه 700 میلیون دلار. دلار برای دو روز. بله. من شما میدونیم که با 700 میلیون دلار چه کارهایی که نمیشه انجام داد. اما این 700 میلیون دلار برای جمهوری اسلامی درآمد 7 روز میشه. یه هفتش. 7 روز. بله. بنابراین ملاحظه میفرمید که حالا اونجا خرج عاشورا تاسوعا میکنن، دلیل داره. آخه من شما اگر ساده نگاه کنیم میگیم که عجب آدمای احمقه. اصلا اینطور نیست. عاشورا و تاسوعا وسیله است برای تحمیق جامعه. بله. برای به فقر فرهنگی کشیدن جامعه. و جمهوری اسلامی اصلا ماندگاریش بستگی به این داره که بتونه این فقر فرهنگی رو دامن بزنه. بنابراین اگر 700 میلیون دلار فقط خرج کردن، از نظر من این هستش که وضع مالیشون زیاد خوب نیست، وگرنه خیلی بیشتر از اینا خرج کردن. اما در سالهای دیگه حتما بیشتر خرج کردن. دقیقاً همینطوره. یعنی خرافه. بنابراین بس این است آقای فتحی عزیز، جمهوری اسلامی تمام وسایل رو برای به تحمیق کشیدن جامعه ازش استفاده میکنه. تعجب نکنید اگر میداند که فرزندان این مرز و بوم در بیابان میشینن به عنوان مدرسه، حتی یک چهار دیواری ندارن که به عنوان مدرسه ازش استفاده کنن. همه ما این عکس ها رو در فیسبوک دیدیم که بچه ها در چه محیطی درس میخونن. اما به اون توجه نکنه، اما مراقب باشی که در عاشورا و تاسوعا حتما بتونه مردم رو جذب کنه که تو سر و کله خودشون بزنن، تا آخرون بتونه همینطور بر نسل‌های آتی ما هم حکومت. بله، یعنی بحث بخش فرهنگی شما گفتین، بحث جدایی هم هست ولی اون زمان میطلبه و که گفتم. و ولی آقای دکتر انگوش گذاشتن به بروی مهمترین مسئله و اون ترویج خرافه و تحمیق مردم هست که همه رژیم های تمامی خواه ازش استفاده کردن و میکنن. و یکی از بزرگترین وظایف هر کسی که مخالف هست با ادامه این نظام، مبارزه با جهل و خرافات در ایران هست، چه در داخل چه در خارج. مایلید که تلفن ها رو انجام بدید؟ میل شماست. به هر حال خطا پر. اجازه میدین آقایون که تلفن ها رو پاسخ بدین؟ اگر صحبتی ارزی رو اول دارم که بعد اون وقت بعدش تلفن رو باز میکنیم. من وسط برنامه برخورد کردم به دو آگهی و برای خودم وظیفه میدونم که به شهبانو سالروز تولدشون رو تبریک بگم. همچنین. بله، بسیار خوشحالم. و در همین جا باز هم از ایشون هم دعوت بکنم که در این میزه گرد شرکت بکنم. امیدواریم واقعا. و در حال واقعیت قضیه اینه که این مجموعه مجموعه است از ایرانی ها برای نجات ایران. حالا آقای شاهزاده رضا پهلوی احساس مسئولیت میکنن یا نمیکنن، شهبانو میکنن یا نمیکنن، من مطمئنم هر دو میکنن. طبیعی است که به این دعوت پاسخ بده. ولی خیلی دارم میخواد که در برنامه افق که مربوط به شاهزاده هم هست همین آگهی ما پخش بشه و دعوت بشه در همون برنامه که همگان حضور پیدا بکنه. این یک واقعیتیه که باید بهش خیلی خیلی دقیق توجه کنیم. نکته دوم، آگهی دوم بود که باید به وقتی که این رو گوش میکردم به یک نکته اشاره بکنم و اونم اینه که بگم آخوندا ما رو گول نزدن، ما گول خوردیم. چرا دوست نداریم این حرف رو بزنیم؟ چرا دوست نداریم بگیم هنوزم داریم گول میخوریم؟ آقای فتحی توی صحبتشون اشاره کردن، دکتر افتخاری اصل مسئله رو باز کردن. اگر که جمهوری اسلامی خبرگزاری‌هاش تعطیل بشه، اپوزیسیون حرفی برای گفتن نداره. جمهوری اسلامی آدما رو اعدام میکنه، ما میگیم چرا کردی؟ جمهوری اسلامی دریاچه رضاییه رو خشک میکنه، ما میگیم چرا کردی؟ جمهوری اسلامی مردم رو گرسنه نگه داره، ما میگیم چرا کردی؟
ما کی هستیم؟ آیا ما همون مجموعه هستیم که باز دکتر افتخاری اشاره میکنه که بتونیم بهش برسیم و بگیم که بله دکتر افتخاری ببخشید من اینجا پامون تو به دومین اقتصاد میخوام بگذارم، ما مجموعه هستیم که بگیم که با همین 57-8 میلیارد دلار درآمدی که زیر تحریم هست میتونه تو ایران گرسنه وجود نداشته باشه، میتونه 10 میلیون حاشیه نشین نباشه، میتونه 100 تا بچه سرطانی نمیره. این یه واقعیت ما، پس ما هستیم که داریم گول میخوریم، نه آخوند ما رو گول بزنه. ما سرمون زیر برف کردیم فکر میکنیم که اونا قوی هستن، هم چیزی نیست. این رو با همدیگه بنشینیم ببینیم که نخواهیم معلم اخلاق همدیگه بشیم. من اگر چپ کمونیست هستم نخواهم شما رو بیارم به دامنه فکری خودم، بیارم به دنبال این اون... ببینم که با همدیگه چه بکنیم. دقیقا این قسمت دوم مهمه. حالا اگر نمیتونیم کسی رو بیاریم اون وقت بگیم که پس تو هم کارت غلطه، تو هم نمیتونی کاری بکنی. میگن که مثل خرچنگ هایی که در یک جعبه که میذارنشون خودش که نمیتونه بره بالا، یکی دیگه اگر سعی میکنه میگیره میکشتش پایین. و این مشکل متاسفانه کنونی ماست. نه تنها اجازه بدیم دیگران خودشون باشن، بلکه راحت و آزاد بذاریمشون، نه با ارعاب و همونجور که آقای دکتر افتخاری گفتن بی‌ادبی و تهدید و ایمیل های سبکسرانه خنددار بخوایم همدیگر رو اتک کنیم و جلوی پیشرفت بگیریم. میبخشین آقای دکتر، میفرمید. اجازه میفرمید من یه نکته رو اضافه بکنم با اجازه شما عزیزان، و اون این هستش که این نشستی که قراره در تورنتو انجام بشه، من فکر میکنم اجازه بدیم برای اولین بار بگیم که اگر دوستانی شرکت میکنن زنده باد، اگر شرکت نمیکنن خائن نیستن. مرسی. غیر مطمئن پرست نیستن. برای خودشون شاید واقعا یک دلایلی دارن. نتیجتا اگر شاهزاده یا شهبانو فرح تشریف نیاوردن، استنباط ما این نخواهد بود که اینا به کشورشون هیچ علاقه ظاهرا ندارن. دوستان دیگر ملاحظاتی دارن که ما نمیدون، و نه ایشون، هر دوست عزیز دیگری، دوستان عزیزی، دوست مشترک من و آقای دکتر لاجوردی هم اعلام کردن که ممکنه نتونن بیان. میدونیم که انسان وطن‌پرستیست، میدونیم که کشورشو خیلی دوست داره، میدونیم که برای آزادی کشورش حاضر دست به هر فداکاری بزنه، ولی بنا به ملاحظاتی نمیتونه بیاد. امیدوارم آقای دکتر منو ببخشین که اینجوری توی سخنیتون اومدم، کار خوب و قشنگی نیست، ولی باز مطلبی رو گفتید که من باید اشاره بکنم. امیدوارم که عدم شرکت بعضی از عزیزان رو در بایستی که با دوستان اصلاح طلبشون دارن نباشه، چون متاسفانه من مشاهده کردم. من تو صحبت شما میام خانم دکتر ثابتی. بسیار بسیار درست دارم. مرسی. حقیقتاً چون به دلایل ملاحظات و دوستی‌های پشت صحنه که خب حالا این اصلاح طلب مگه میشه، میدونید این ایرانی‌ها اونجا بالاخره دارن زندگی میکنن، باید یه جور نه. من یه چیز دیگه هم که باید عرض کنم اینه که دوستانی که در داخل ایران هستن، فعالینی که در داخل ایران هستن، در زندان‌ها هستن و اینها، ممکن هست که به دلایلی خودشون صلاح بدونن که خودشون رو اصلاح طلب معرفی کنن، ولی عزیزانی که از ایران خارج هستن و تحصیلات و مقامات عالی چیزی داشتن و دارن و خودشون رو اصلاح طلب میدونن و خودشون رو نزدیک میدونن یا یه جورایی رو در باشتی دارن، آخه اینا رو چجوری باید توجیه کرد؟ این واقعا کم لطفیه. نکنن، امیدوارم که نباشه، به این دلایل نباشه. به هر حال عذر میخوام. میفرمودین در ضمن تلفن ها هم روشن است. آقای افتخاری دکتر با پوزش ادامه بدید خواهش میکنم اگه مطلب. بله خیلی متشکرم. نه شما حرف نهایی رو به خوبی زدید. ما از یک طرف هیچ اعتقاد نداریم کسانی که به هر دلیلی شرکت نمی کنند خواهرن یا کشورشون رو کمتر از ما دوست دارن، ممکنه مشکلاتی برای خودشون داشته باشن، بعضی ها هم ممکنه رو در روسی داشته باشن با
اصلاح طلب ها و نخبگیان. بله من فکر میکنم اگر این مجموعه بتواند در آینده راه درستی رو در پیش بگیره، در رفتار خودش دقت بکنه، اون چیزی رو که به عنوان فرهنگ ایرانی مطرح میکنیم، ببینید فراموش نکنید 800 سال پیش در جامعه ایران روابط به نوعی بوده که شاعر بزرگی به نام سعدی میفرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این اخلاق و این انسان مداری بی‌نظیر در جهان. یادمون نره یه موقعی در دنیا دو تا امپراتوری بود، یکیش ما بودیم. یادمون نره در سردر سازمان ملل گشتن در بین این همه ادبیات غنی در جهان همین شعر سعدی رو پیدا کردن و گذاشتن، نتونستن چیزی بهتر از این رو بذارن. ما این فرهنگ رو داشتیم، اما امروز دوستان چه داریم؟ یه نظام داریم به نام جمهوری اسلامی که ایران رو به بد اخلاقترین یا کم اخلاقترین جامعه تبدیل کرده. اینو فراموش نکنیم. مبارزه ما با جمهوری اسلامی در ابتدا مبارزه فرهنگی است، یعنی اخلاق و اخلاق مداری رو باید حفظ کنیم تا بتوانیم بدیلی بسازیم در مقابل جمهوری اسلامی. بسیار قشنگ گفتید، متشکرم. پنج خط هست در اختیار این برنامه و همه روشن. اجازه بدید حداقل فقط فکر کنم 10 دقیقه دیگه فرصت داریم، کوتاه و مفید و مختصر خواهش میکنم و پرسش ها مربوط به برنامه باشه. در غیر این صورت از حضورتون پوزش میخوایم و ناچاریم بریم سراغ بیننده بعدی. به نخستین بیننده گوش میکنیم، بفرمایید خواهش میکنم. تلویزیون ها هم حتما کم کنید، بفرمایید خواهش میکنم. خسته نباشید. سلام. سلام. من این جمله آخر آقای دکتر افتخاری میخوام بگم که شما میگین بنی آدم اعضای یکدیگرن، والا کاش که اصلاح طلبان اینو درک بکنن که لااقل ما همه یکی هستیم. برها سوالم از آقای دکتر افتخاری این که آقای دکتر افتخاری شما الان در صحبتاتون گفتین که سرمایه ایرانیان خارج از کشور به خصوص در آمریکا 400 میلیون دلار، اگر اشتباه نشنیده باشم، متاسفانه ما ایرانیان فرق بین میلیون و میلیارد رو اشتباه کردیم. از بس که توی جمهوری اسلامی پول دزدی کردن میگیری بدیم میلیون چقدر میلیارد چقدر. حالا اینایی که سرمایه دارن خارج از کشور، این پول رو چطوری به دست آوردن؟ مگه اونایی که قبل از انقلاب اومدن سرمایه گذار با پولشون من خارج از کشور سرمایه گذاری کردم، خب پول پولو میاره قبول. ولی آیا اینایی که با پول خود مملکت ایران، با پول خود هموطنان ما ایرانیان که اینطوری به این سرمایه دست رسیدن، آیا حاضر نیستن 1% فقط 1% از سرمایهشو به خاطر هموطنانشون، به خاطر مملکتشون، به خاطر زادگاه پدری و مادریشون، به خاطر زادگاه خودشون برای نجات مملکت کاری انجام بدن؟ واقعا جای تأسفه. و سوال بعدم اینه که شما بارها و بارها راجع به این مسائل در تلویزیون‌های دیگر هم صحبت کردین، آقای دکتر افتخاری همچنین جناب آقای دکتر لاجوردی بحث عوام فریبی می‌کنن. آیا این عوام فریبی که در جمهوری اسلامی سالهای سال برای رفع احتیاجات خودشون، برای انتخابات، برای شرکت مردم در انتخابات، به خصوص مراسم عزاداری تاسو عاشورا که آقای فتی شما میدونید بالای 2000 میلیارد تومان، اصلا خیلی سنگینه با خدا، اصلا این ارقام شمردن 2000 میلیارد تومان خرج کردن برای یک ماه که اشک مردم رو بگیرن. خب حالا اینا که خارج از کشور اومدن دارن زندگی میکنن با یه فرهنگ جدید، با یه زندگی جدید، با یه رسم و رسوم جدید، آیا اینا چرا باید عوام فرید بشن؟ چرا اینا بایستی گول بخورن؟ آیا نقش رسانه‌های سیاسی خارج از کشور چقدر در عوام فریدی مردم کمک کردن؟ خیلی منو مزاحمت کردید. متشکر. با سپاس از شما و خواهش از اینکه باقی دوستان پرسش‌ها رو کوتاه‌تر کنن. جناب افتخاری به شما گوش می‌کنم. آقای دکتر. البته دوست عزیز سوالات متعددی داشتن در مورد اینکه مسائل مالی و اینکه ایرانی‌های خارج از کشور چجوری رو به دست آورده، اینا رو که بنده
نه دادستانم، نه اطلاع دارم، نه به من ارتباطی داره. اما بذارید اگر میخواید این رو جمع‌بندی بکنیم که چه اتفاقی میخواد بیفته، ببینید دوستان، بنا به آماری که فکر کنم آقای دکتر لاجوردی بهتر از من بدونن، صحبت از این است که 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور است. از این 5 میلیون ایرانی عزیزان، صحبت ما یا فوکوس ما یا تمرکز ما باید رو 1% باشه. 1% از هر 100 نفر ایرانی یه نفره که ممکنه علاقه داشته باشه، حالا که در خارج از کشور است، یه کمکی هم به وطنش بکنه، یا علاقه داشته باشه که یک حرکتی برای کشورش بکنه. 1%. بنابراین ببینید خیلی خیلی ما داریم محتاطانه با قضیه برخورد میکنیم که یوها هوا برامون نده. این 1% میشه دوستان 50,000. 1% 5 میلیون میشه 50,000. از این 50,000 نفر گفتم اینا تازه علاقه دارن به کشورشون. شما باید حساب بکنید که ممکنه 1% از این 50,000 نفر حاضر باشه به شما کمک مالی بکنه. 1% 50,000 نفر میشه 500 نفر. اما 500 نفری که ممکنه توانایی مالی رو داشته باشه که نمیدونم ما 1,000 دلار هم حتی برای وطنش کمک بکنه، ما شما دارید راجع به 500,000 دلار در ماه صحبت، و این امکانات اگر در اختیار یه عده آدم صالح، درستکار، شفاف عمل کن قرار بگیره، کارهای خوبی میتونه انجام. پس ببینید شدنیست، ناشدنی نیست، اما باید با واقعیت ها روبرو بشه. من الان هیچ اعتقاد ندارم که کسانی که میتونن کمک مالی بکنن بیان بکنن، بلکه بدیلی نمیبینن. دوستان یه عده میگن چرا یه عده به شاهزاده یا به خواستای ایشون کمک کنن، خب ایشون رو میشناسن، لابد اعتماد دارن. شما هم برو اعتماد جامعه رو به دست بیار، مردم من به شما قول میدم و این فقط مختص ما ایرانی ها نیست، در تمام دنیا همینطوره، مردم اگر به یک مجموعه اعتماد کنن جانشون هم بابتش میدن، مال که دیگه چیزی نیست. ولی ما نتوانستیم این کار رو سر و سامان بفرمایید. خواهش بله، اون بخش میدیا هم که رسانه ها واقعا یه بحث بسیار جدیه و امیدوارم در نشست حتما مطرح خواهد شد، ولی نه در 2-3 دقیقه. اجازه یه خط دیگه جانم بفرمی، صداتون پخش میشه سریع. به خانم دکتر رو به همه دور بر شما همین برنامه همین جا از روشن فکرهای قدیم خسته کننده که مثل کتاب فارسی هست میزنن چیچی علا هست آخر اسمشون، گفتن راه دیگه ای را مگر هست به اصلاح طلب ها خوابت بستن، گفتن فقط همین راه. من میخوام بگم اگر جمهوری اسلامی این کار رو در ایران کرده و بیرون کرده، دومینش هم این بوده که ما رو خیلی منفی کرده. ما پوزیتیو باید باشیم، این نباید بگیم که من نمیخوام تکرار کنم، آقای دکتر افتخاری رو خیلی قبول دارم، ولی ما باید واقعا پوزیتیو باشیم و نه اجازه ندیم که جمهوری اسلامی روی ما تاثیر بذاره. ببینید مردمی که نان شبشون رو ندارن در جنوب کرمان، بچه به خاطر اینکه شهریه در مدرسه دولتی نداشته شلاق خورده، 3,000 خشت طلا برای گنبد نمیدونم کدوم علی یا حسین باید بله درست. اولین کار ما باید این باشه که با این چیزا مخالفت بکنیم، با این چیزا در بیفتیم. و در پایان همه میخوام بگم که من باید اپوزیسیون اکتیو باشه، نه ریاکتیو باشه. ما واکنش بودیم تا حالا، از این به بعد اجازه بدید اکتیو باشیم و پوزیتیو. سپاسگزارم، مرسی. یه خط پایان بفرمایید جانم، بفهمید صداتون پخش میشه خیلی کوتاه. سلام، بفهمید. سلام، درود بر شما، بفهمید. سلام، بفهمید قربان، درود بر شما. میشنویم، وگر تلویزیونتون رو کوتاه کنید دیگه. شبتون بخیر. من برنامه‌تون رو دنبال میکردم، با تمام احترامی که برای مهمانتون قائل هستم و دیدگاه‌هاشون رو در واقع دنبال میکنم و تا حدودی کاملا درست میگن، ولی به یک نکته میخوام اشاره بکنم و اون اینی که اپوزیسیون خارج از کشور بیشترین گمراهی رو در واقع به دنبال داشته، و اون هم به این صورته که
اگه شما تو همین ایام پس عاشورا نگاه بکنید، خیلی از تلویزیون ها رو نگاه بکنید، این تلویزیون ها مجری ها و برنامه سازاشون یا کراوات مشکی زدن یا کراوات رو برداشتن. این چه معنی در واقع میتونه داشته باشه؟ زمانی که شما میان با جمهوری اسلامی بد میگین، که همه خب مخالف جمهوری اسلامی هستیم و میخوایم کاری انجام بدیم برای اینکه این رژیم رو در واقع برداریم، یک کمی سریع‌تر 30 ثانیه شما نگاه بکنید که برنامه گذارها و کسایی که به عنوان اپوزیسیون میشینن و میخوان کاری بکنن، خود اینها در واقع مسیر رو دارن به انحراف میکشونن و منظورتون رو شفاف در یک کلمه عذر میخوام، فقط در واقع فریب خوردن عذر میخوام مردم توسط اون شما متوجه شدید منظورشون چیه؟ در واقع در این مسیر هم اگر ممکنه شفاف در یک کلمه بفهمید منظورتون چی بود؟ شما متوجه شدید؟ بله بفهمید از این برنامه بود؟ خب فرصت نداریم در رسانه های خودش بحثیه که نه آیا از ما داشتن تقلید تر نه 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 صحبت برنامه سازهای دیگری بود که باور من خب البته این بخش و... یه بحثیه که بعضی ها فکر میکنن به باورهای مردم باید به هر حال احترام گذاشت. یه بحث خودش به نظر من یه برنامه جدی تلویزیونی در یه دقیقه دو دقیقه نمی گنجه. مثل من خیلی متاسفانه وقت تمام شد، ولی من خیلی دلم میخواست که این بیننده رو بیشتر میشنیدم. برنامه چراغ روشن ما بعد از برنامه با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر لاجوردی عزیز، جناب دکتر افتخاری، از حضور شما بسیار خرسند و سپاسگزاریم. برنامه تموم شده ولی در چند ثانیه لطف بفرمایید و سپاس از حضورتون. آقایون خب صدای ما رو مثل این که نداشتن و نمیشنیدن، برحال سپاس بی نهایت. دوشنبه ساعت 10:30 آینده ایران با شما خواهد بود. من پنجشنبه آینده همین ساعت 6:30 وقت لس آنجلس به همراه دوستان با شما خواهیم بود. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. خدا نگهدار.